هر ابن یزید ریاهی شهید والاقدر آشورا هر از خاندانهای معروف عراق و از رؤسای کوفیان بود به درخواست ابن زیاد برای مبارزه با حسین علیه السلام فراخوانده شد و به سرکردگی هزار سوار برگزیده گشت گفتند وقتی از دارال کوفه با مأموریت بستن راه بر امام حسین علیه السلام بیرون آمد ندایی شنید که ای هر مجده باد تو را بهشت در منزل قصر بنی مقاتل یا شراف راه را بر امام بست و مانع از حرکت آن حضرت به سوی کوفه شد کاروان حسینی را همراهی کرد تا به کربلا رسیدند و امام در آنجا فرود آمد هر وقتی فهمید کار جنگ با حسین بن علی علیه السلام جدی است صبح آشورا به بهانه آب دادن اسب خیش از اردوگاه عمر سعد جدا شد و به کاروان حسین علیه السلام و جبهه حق پیوست توبه کنان کنار خیمه های امام آمد و اظهار پشیمانی کرد سپس اذن میدان طلبید این انتخاب شگفت و برگزیدن راه بهشت بر دوزخ از هر چهره دوست داشتنی و قهرمان ساخت هر با اذن امام به میدان رفت و در خطاب ای مؤثر سپاه کوفه را به خاطر جنگیدن با حسین علیه السلام توبیخ کرد. چیزی نمانده بود که سخنان او گروهی از سربازان عمر سعد را تحت تاثیر قرار داده از جنگ با سید و شهدا منصرف سازد که سپاه عمر سعد او را هدف تیرها قرار داد. نزد امام بازگشت و پس از لحظاتی دوباره به میدان رفت و با رجزخانی به مبارزه پرداخت و پس از نبردی دلیرانه به شهادت رسید. رجز او چنین بود انی انا الحر و معو الضیفی اضرب فی اعناقكم بالسیفی عن خیر من حل به عرض الخیفی اضربکم ولا ارا من حیفی که هاکی از شجاعت او در شمشیرزنی در دفاع از سید الشهدا و حق دانستن این راه بود حسین ابن علی علیه السلام بر بالین حر حضور یافت و خطاب به آن شهید فرمود تو همان گونه که مادرت نامت را هر گذاشته است هر و آزاده ای آزاد در دنیا و سعادتمند در آخرت انت الحر کما سمت که امک و انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الاخره و دست بر چهرهش کشید امام حسین علیه السلام با دستمالی سر حر را بست پس از آشورا بنی تمیم او را در فاصله یک از امام حسین علیه السلام دفن کردند همانجا که قبر کنونی اوست بیرون کربلا در جایی که در قدیم به آن نواویس می گفتند. نقل است شاه اسماعیل صفوی قبر حر را گشود و پیکرش را سالم یافت چون خواست پارچه ای را که بر سرش بسته بود باز کند خون جاری شد و دوباره آن را بستند آنگاه بر قبرش قبه ساختند سرگذشت های مربوط به هر و نقش او در حادثه کربلا از نخستین برخوردش با کاروان سید و شهده سپس توبهش و پیوستن به جبهه حق و شهادت در رکاب سالار شهیدان در همه ها و کتاب های تاریخ آشورا نگاشته شده است و توبه او شاخصترین بخش نورانی زندگی اوست.